حالا میخوایم با قسمت‌های مختلف این برنامه آشنا بشیم. اولین قسمت همونطور که می‌بینید یادداشت جدیده. با زدن یادداشت جدید یک کادری باز میشه که دارای این قسمت هاست. یادداشت جدید. عنوان مطلب یعنی تیتری که شما می‌خواهید در ذهن حضور شما که تو سایت خودتون نشون میدید. مثلا در اینجا صفحه نخست می‌بینید آموزش و چیزهایی که تو تیترایی که با این بالا میاد آموزش وبلاگ مثلا. بس عنوان مطلب تیتریه که در لینک میشه مثل همین قسمت. اینا الان عنوان مطلب. من اینجا می‌نویسم در اینجا می‌نویسم تیتر اول. تیتر اول. خب حالا یه نفر اگه بگی من می‌خوام انگلیسی تایپ کنم، خب آلت شیفت هم میگیرم بازم تایپ نمیکنه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگر میخواید شما انگلیسی بنویسید، یعنی اینجا چیه؟ فارسیه. بیایید این دگمه که این پایینه EF اینو بزنید، ببینید الان چی شد؟ انگلیسی. حالا میتونید با تغییر زبان یعنی آلت شیفت راست چیکار کنید؟ انگلیسی تایپ کنید، چه در اینجا و چه در اینجا. دقت کنید. بس اگر خواستید فارسی و انگلیسی رو توی تیتر عوض کنید از این قسمت استفاده کنید. بس می نویسم عنوان اول. این عنوان اول، حالا اسم تیترم اینجا میاد. قسمت های بعدی یک کار بعد شروع می کنید. خیلی راحت در داخل این کادر کلیک می کنید و بقیه ارزم بزرگ شما که یادداشتتون رو انجام میدید. و این ابزارها همونطور که می بینید ابزارهای مانند وردن هیچ فرق نداره. حالا من شروع می کنم به تایپ کردن سلام بقیه متنمو. ببینید چند تا مطلب رو اینجا تذکر بدم. اولا ما به خاطر مشکلی که در اینترنت داریم باید آنلاین باشیم. نیازی نداره که حتما اینجا بشینید شروع کنید به تایپ کردن، وقتتون رو بگیرید، اینترنتتون هم وصل باشه. شما میتونید اینترنتتون رو قطع کنید، اینو بنویسید متنتون رو، بعد ارسال کنید. یا میتونید یه کار دیگه ای بکنید. میتونید قبلا اگر جزوه‌ای رو نوشتید اونو کپی از هر کجایی که می‌خواید کپی کنید، کلیک راست کپی، این جزوه رو میبندم میرم در داخل ارسال یادداشت جدید. قبلا اینو نوشتید آماده است. در این قسمت در این کادر میایید با زدن کلید پیست یا کلیک راست پیست اون متنی که قبلا نوشتید آماده است رو چیکار میکنید؟ فقط یه مشکل که احتمال داره اینا یه مقدار جابجا بشه. خب اینا رو انتخاب میکنید با ابزارهایی که اینجا هستن جابجاییاشون رو درست میکنید یا فونتایی که لازمه تغییرات لازمو بدید. بس نیازی نداره که حتما به صورت آنلاین بشینید چیکار کنید، متنتون رو بنویسید وقتتون گرفته بشه، قبلا بنویسید با حوصله بعد اینجا کپی و پیست کنید. حالا بریم سراغ این ابزارها. بس متنمون رو فرض کنیم تایپ کردیم یا کپی پیست کردیم. اولین ابزاری که وجود داره سیوه. وقتی شما این دکمه رو بزنید یه پنجره باز میشه که میخواد این فایل شما رو به صورت HTML یا میتونید اینجا انتخاب کنید به صورت تکست توی کامپیوتر خودتون به یه کپی ازش داشته باشید، بعدن مشکلی چیزی بود یا خواستی تغییر بدید و در اختیار داشته باشید. کپی اون چیزی که اینجا انتخاب کردید رو تو حافظه کپی میکنه، بعد میتونید قسمت‌های پایین یا توی صفحه خودتون توی برنامه‌های دیگه چیکار کنید؟ پیست کنید. اینا دقیقاً این برنامه برده، من این چیز زیاد نمیخوام توضیح بدم. کات، میدونید چیزی رو که انتخاب کردید کلاً چیکار کنید؟ کات کنید و با زدن این دکمه آندو اونو برگردونید. پیست، چیزی که تو حافظه دارید و الان من اینو کات کردم اینجا میتونم دوباره چیکار کنم؟ پیست بچسبونم. ببینید یه خط دیگه از این اضافه کرد چون تو حافظه داشتم. خب با زدن دکمه دیلیت کیبورد اینو پاکش میکنم که اینجا اضافه کاری نشه. قسمت بعدی آندو ریدو، خیلی چیز گزینه خیلی جالبیه. مثلا من رنگ اینو چیکار میکنم؟ اینو توپور از حالت توپور در میارم، فونتش هم یک میکنم. خب میبینم اشتباه کردم، با زدن آندو اینو به حالت قبلی چیکار میکنم؟ برمیگردونم. گزینه بعدی ریدوه، نه این حالا مثلا اینقدر بزرگ نشه، برگردونم به اون حالتی که داشتم. بس این دوتا با هم دیگه کار میکنن. فونت، انتخاب فونت، شما میتونید متن خودتون انتخاب کنید و یه فونت مورد نظر و خوب رو براش چیکار کنید؟ یعنی فونتش عوض شد با این فونت، این ایریال شد، یا یه فونت دیگه انتخاب میکنم. بس انتخاب فونت. اندازه است، شما میتونید اندازه متنی که انتخاب کردید چیکار کنید؟ تغییر بدید، بزرگ
کوچیک هر قسمتی که میخواهید انجام بدید. خب تو پر کردن دیگه آشنا هستید، مثلا این کلمه سایت اینترنتی رو میخوام تو پرش کنم به چشم بیاد برای تأکید، اینا رو دیگه وارد هستید. و ایتالیک میتونم کلمه‌ای که انتخاب کردم، مثلا این کلمه رو چکار کنم؟ ایتالیک خمیدش کنم برای تأکید. و آندرلاین هم چکار میکنه؟ برای تأکید باز زیر خط دار میکنه، اینو آندو میکنم. مثلا اینجا کلمه اینترنت رو آندرلاین میکنم. گزینه بعدی چکار میکنه؟ خط میندازه روی متن. نگاه کنید، بعضی موقع میخوای بگی که این کلمه، این جمله غلطه، ایراد داره، خط میندازه روی کلمه‌ای که انتخاب کردید. خب یه چیزی تذکری رو بدم در مورد اینها، نیازی نداره حتما شما متنتون رو بنویسید بعد این کارا رو بکنید. البته این کار بهتره، اول متنتون رو تونتون تایپ کنید، متنتون اول تونتون تایپ کنید هر چیزی که میخواهید، بعد ویرایش کنید. این بهترین کاره که وقتی که مثلا این کلمه رو میخوام تو برش کنم. اما میتونید یه کاری بکنید، از همون اول قبل از تایپ انتخاب کنید. مثلا بگی که من خط ارزم بزرگ شما که تایمز نیو رو من انتخاب میکنم، توپر میخوام، با فونت 4 میخوام، ایتالیک هم میخوام. قبلا انتخاب کنید، بعد شروع کنید به تایپ کردن. به همون چیزی که انتخاب کردی شروع میکنه به تایپ کردن. بس هر دو روش درسته. و خط بعدی هم برم دوباره همینه، مگر اینکه بیام چیکار کنم؟ عوضش کنم، بیام بگم نه دیگه از اینجا به بعد نمیخوام توپر بشه، میخوام عادی بشه. میبینید؟ بس اینو دقت کنید، میتونید متنت انتخاب بکنید، اینا رو تغییر بدید یا قبلا تنظیمات خودتون انجام بدید. من اینا رو آندو میکنم به حالت قبلش برگرده. بریم گزینه های پایین ببینیم چه خبر. ببینید شما میخواهید فارسی بنویسید یا انگلیسی، این خیلی مهمه. اگر میخواهید فارسی بنویسید این فعال، یعنی از سمت راست. ببین ربطی به این نداره ها، راست چین و وسط چین. این ببینید اینا رو اشتباه میکنن خیلی، این ببینید راست چین میکنه وسط چین میکنه، اینا رو کاری نداریم. این ساختار فارسی انگلیسی این مهمه، کل ساختار. اما من میخوام انگلیسی بنویسم، باید اینو بنویسم، اینو بزنم. با زدن این ساختار من الان انگلیسیه. حالا مهم نیست که فارسی تایپ کنم، مهم اینه که ببینید کرسر من از راست به چپه. البته اینو بخوام تغییر بدم باید بیارم اینور. بس این ساختار، ساختار انگلیسی ساختار. بس اگر متون انگلیسی میخواهید بنویسید حواستون جمع باشه. من اینو انگلیسیش میکنم که دقیقا بدونید چیکار دارم میکنم. خب اما اگر ساختار فارسی می‌نویسید اینو بزنید. بس این ساختار فارسی همیشه برای متون فارسی این فعال باشه. حالا راست چین وسط چین تو متن این قسمته که این چپ چین میکنه، این وسط چین میکنه، این راست چین. و توی ورد هم داریم اینو، توی ورد هم دیگه عرضم به حضور شما که شما قبلا آشنا شدید. نمونه شو من اینجا کار میکنم روی ورد. ببین الان من متنی که می‌نویسم ساختار چی داره؟ ساختار فارسی داره. ببینید از این ور فونتم رو بزرگتر میکنم که بیشتر آشنا بشید. خب حالا اگر من بخوام اینو وسط چین کنم، این گزینه رو میبینید وسط افتاد. چپ چین کنم از اینجا مثلا تاریخی چیزی هست میخوام، حالا فونتش رو کمتر میکنم که دقیقا متوجه بشید. بس وسط چین، راست چین، این متون فرق نمیکنه. اما اگر بخوام انگلیسی بنویسم نباید الان اینجا انگلیسی بنویسم، این غلطه. ساختار ساختار چیه؟ فارسیه. اول ساختارمو انگلیسی کنم، ببینید کرسر اشاره گرشو، حالا این درسته. حالا میخوام اگه اینو وسط چین یا راست چین کنم از اینا استفاده میکنم. بس این تأثیری در فارسی نوشتن نداره. این مهمه که ساختار انگلیسیه یا ساختار فارسیه. خب اینو میبندم میرم سراغ برنامه خودمون که کار کردیم. خب اینا رو هم حذف میکنم. قسمت بعدی شماره گذاشتن عین ورده، هیچ فرقی نمیکنه. شما مثلا عرضم به حضور شما که من ساختارم رو درست کنم، اینم از این ور میخوام اینو میزنم شماره 1، حالا فونت انگلیسیه فارسیش میکنم، شماره 2، شماره 3، شماره 4. خب حالا رسیدیم عرضم به حضور شما یکی، این یکی چیکار میکنه؟ توپر میکنه. ببینید من اگر اینو بزنم، این 1، این 2، گزینه هایی که برای تست مثل انتخاب میشه. خوب دقت کنید یه نکته ای رو. شما اگر بخواید مثلا خود دوتون شامل سه تا گزینه است، اینو زدید سه باز میشه، درسته؟ میبینید سه باز میشه. من میخوام این زیر مجموعه این بشه، کافیه چیکار کنم از این گزینه ها؟ این گزینه بعدی چیکار میکنه؟ کاهش و افزایش. اینو میزنم، میبینید این دو قسمت یکش. میتونم توپرش کنم حالا اینو، مثلا میزنم شامل گزینه 1، شامل گزینه 2، شامل گزینه 3. حالا میتونم برم گزینه 4مو چیکار میکنم؟ اینو میزنم،
که برگردونه به قسمت، ببینید سه، حالا این دوه سه، کلمه بعدی اینتر میزنم، کلمه بعدی، حالا هر چیزی که هستش. پس اینا برای کم و زیاد کردن گزینه‌هاییه که زیر مجموعه ها رو داره برای تستا و اینها. این مجموعه، این ابزارها رو با ورد کار کردید، آشنا هستید. من فقط خواستم اینجا یه آشنایی ساده دیگه باش داشته باشیم. ابزارهای بعدی بسیار مهمن، میریم توی فایل بعدی انشالله اونا رو براتون بیشتر توضیح میدیم.